قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر شما همه عزیزانم. با یاد و نام خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم. چقدر از همتون ممنونم که انقدر لطف و محبت و مرحمت داریم و احساس خودتون رو با من در میون میذاریم و اون حسی که به هر حال نسبت به من ابراز میکنین. من صمیمانه از همتون تشکر میکنم و میدونم که هموطنا، همزبانا، همه کسایی که فارسی زبان هستن پیام های منو به این شکل که دارم میگیرن، امیدوارم که بتونن به کار ببندن و در زندگیشون یه تحولی رو ایجاد بکنن. هر وقت که ما در یک جا میمونیم، یعنی نمیخوایم رشد بکنیم، نمیخوایم خودمون رو اکسپند بکنیم، بگیم که خب من میتونم از این بهتر باشم، در خصوص همه چیز، در خصوص رفتار، در خصوص برنامه های زندگی، در خصوص ارتباط با همسر، فرزندان، دوستان و کل جامعه و تمام اینا، ما باید شروع کنیم خودسازی، خودمون رو در حقیقت اکسپاند کنیم، خودمون رو تغییر بدیم. و اگر یک باور محدود کننده ای داریم میتونیم اونا رو نگرش با نگرش درست، خودتون احتمالا میفهمین که کجا حساسین، چه چیزی براتون مثلا آسیب میزنه بهتون. خب اون موقع هستش که یعنی که من یه دکمه دارم و دیگرانم وقتی که ببینن من یه نقطه ضعفی رو نشون میدم، متاسفانه قانونشه که وقتی من از یه چیزی ناراحت میشم، حالا نمیدونم دیگران از اون طریق میتونن به من حکومت بکنن. مثلا من یادم موقع ها تو ایران میگفتن اگر مثلا به یه آقایی بگی گوجه فرنگی، خیلی ناراحت میشه، داد میزنه، میدوی دنبالتون، دعوا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که حالا یه بازیه، یه فیلمه یا هرچه هست که از خودش بازی در میاره، جلب توجه، یه حسیه که بعد پس من برای دیگران، برای اینکه به یک آدمی سلطه به در حقیقت سلطه اون سلطه خودشون رو برای اونا اعمال بکنن، یعنی ما ناخودآگاه دنبال یک آتویی از کسی میگردیم که ببینیم از چی ناراحت میشه، چه جوری میتونیم مثلا چه حرفی رو بزنیم اون دلخور میشه. مثلا یه خانمی توی تراپی میگفت مثلا همسر من میدونه که من نسبت به خانوادم چقدر علاقه دارم، حساس هستم، هر وقت که صحبت میشه شروع میکنه بدی اونا رو گفتم و یا حتی با کلمات بد و زشت. و چجوری میشه وقتی که از این طریق
با خانمش تماس میگیره و این حرفا رو میزنه، خانمش هم دیفنسیو میشه، یعنی حالت دفاعی میگیره، شروع میکنه جواب دادن و مثلا بگه خودت، پدرت، مادرت یا هر چیزی. بنابراین اینجا هستش که ما اینجا دکمه داریم، یعنی وقتی بخوایم یه نقطه ضعفی دست کسی بدیم، حتی دست بچه‌تون، اگه بچه شما ببینه چه چیزی ممکنه ناراحت بشی، ممکنه اون کار انجام بده، مثلا ببینه اگه مثلا بره در رو تق بزنه به هم یا یه صدایی، بستگی داره دیگه. بنابراین ما یادمون باشه نیاییم به آدم ها بخواییم دکمه بدیم، نکته بدیم که اونو پوش کنن، ما رو تحت فشار قرار بدن، چون وقتی حساسیت به یه چیزی نشون بدیم، اونا میخوان سوء استفاده کنن از اون حساسیت. حالا خیلی خوشحالم به یه تلفن داریم، بذارین جواب بدم. درود بر شما، بفرمایید. الو سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنونم از برنامه خیلی جالب و خوبیتون، من که خیلی استفاده میبرم. متاسفانه من خواهرم تو ایران شماره تلفن شما رو بهشون دادم، ولی موفق نشدم با شما صحبت کنن. پیغامو براتون گذاشتم ولی اصلا هیچ ارتباطی برقرار نشده. خیلی نیاز دارم. من میگم خودم خیلی استفاده کردم. خیلی خیلی ممنون. شما کجا زنگ میزنین الان؟ من از کشور اروپایی زنگ زدم. بله، بعد به کی شماره رو دادین که نتونستن؟ خواهرزادم تو ایرانه. من چون هر جمعه برنامه شما رو گوش میدم، تو اینستاگرام براتون پیغام چیز میذارم، ولی خواهرزادم تو ایران موفق نمیشه با تلفن مستقیم، با گویا واتساپ براتون پیغام گذاشتن، موفق نشدن. ولی خب اگر اسمشون رو بنویسن و بگن که شما خواهر خالهشون هستن، اگر خاله من با شما صحبت کردی همچی چیزی، چون اینقدر توی واتساپ خب زنگ میزنن، ولی من از قبل چون اون چیز رو ندارم که آشنایی رو ندارم، اصلا وقت نمی کنم که بردارم، ولی اگر از یه نشانه ای بدن، مثلا شما الان اسم مستعارشون رو مثلا یا اسمشون رو بگین که من ببینم اگر ایشون آقا یا خانم. خانم من دختر هستم. خیلی خوب، به هر حال اسمشون رو بگین، اشکالی نداره، من اون اسم رو ببینم روی مانیتور. زهرا هستم. زهرا. زهرا، اوکی. خیلی ممنون، متشکرم. از ایران زنگ میزنم، حتما من باهاشون صحبت میکنم، نگران نباشید. خیلی ممنون، متشکرم. یه دنیا ممنون. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب ببینیم، ما در مورد نکته و دکمه صحبت کردیم، یعنی حواسمون باشه وقتی به یه چیز حساسیت زیادی نشون میدیم. من مراجعه کننده هایی داشتم که مثلا نسبت به خیلی از چیزایی که برای نظافته، برای نمیدونم رعایته چه چیزایی، بچه ها هم این نکته رو میدونستن، دوتا بچه داشت، و از این طریق ناخودآگاه یه جوری ما میخوایم قدرت خودمون رو اعمال کنیم. وقتی ببینیم یه کسی روی مسئله حساسه، نکته داره، دکمه داره، ما میخواییم اونو فشار بدیم، اونجوری ما اعمال قدرت ماست، یعنی من از این طریق میتونم به اون یه حکومتی در این رابطه بکنم. یعنی چی؟ یعنی ما حواسمون باشه که اگر حساسیت داریم نسبت به یه چیزی، این اشکاله، چیز قشنگی نیست. مثل همون که میگه گوجه فرنگی میدوی دنبالشون، یا نمیدونم میگفتن بگه هویج ناراحت میشه، اینا یه جور بازی رو اول شروع میکنم، بعد واقعا شرطی میشن رو اون کلمه. شما با حواستون باشه که ما لزومی نداره به کسی نشون بدیم که چه دفیشنسی یا نقطه ضعفی داریم، که اون رو اون حساسیم، و اصولا حساسیت اشکال داره. و همون خانومی که مثلا روی همین مسئله حساس بود روی خانوادش، فکر میکرد مقابله به مثل باید بکنه، اگر همسرش میگه پدر مادرت این اون یه همچی اتفاق افتاده یا همچی کاری کردن یا بی احترامی بی حرمتی، اونم مقابله به مثل میکرد. خب مقابله به مثل کردن یعنی چی؟ یعنی من حقیرم، من ناچیزم، من ناتوانم، و
اصلا قدرت شنیدن یه چیزی که برخلاف میلمه ندارم. وقتی ما ببینن ما قدرت شنیدنشو نداریم، از همون منطقه حمله میکنن به ما. یعنی از اون طریق ببینن من چه واکنشی نشون میدم، چه جوری حالم بد میشه، چه جوری میخوام اون مسئله رو در حقیقت جبرانش بکنم. خب اینا اشکاله تو رابطه. مثلا میگه او به اون این حرف نزن، اون خیلی حساسه، زود رنجه، ناراحت میشه. خب یعنی چی حساس و زود رنج بودن؟ یعنی که من اشکال دارم تو رابطم، زود بر میخوره. خب ما باید ببینیم کجاست اون. یعنی وقتی که میبینین همش دارین عذاب میکشین یا ناراحتین در ارتباط با همسرتون، اون همه اشکال و اختلاف دارین، باز بلد نیستین، زن یا مرد فرقی نمیکنه، و از رفتارهای هم دیگه به هر حال ایراد میخواین بگیریم و مقابله به مثل میکنین، اون رابطه هیچگونه پیشرفتی در اون رابطه به وجود نمیاد. نمیتونین شما برنده اون ارتباط باشین، به دلیل اینکه عین همون رفتار متقابل رو نشون دادین. یعنی اگه فحش داده، بی‌ادبی کرده، شما هم متقابلا دیفنسیو شدیم، یعنی حالت دفاعی گرفتین و همون رو نشون دادین. پس بنابراین یعنی من اگر از رفتار اون ایراد میگیرم، اگر از رفتار اون فرد شاکی هستم، خب خودم دارم همون رفتار رو نشون میدم. ما نمیتونیم یه همچین عکس العملی رو نشون بدیم و بگیم که بیایم از یک کس دیگه ای ایراد بگیریم، چون من خودم هم همون حالت تدافعی رو دارم. ما موقعی میتونیم مستر یک رابطه بشیم، یعنی میتونیم اون رابطه رو ران بکنیم و هیلش بکنیم، اشکال رو درمان بکنیم، که یاد بگیریم ریاکشن نشون ندیم، عکس العمل های شدید نشون ندیم. تو ایران به خاطر خشمی که زیاده، اگه یکی حتی تصادف که میکنه میاد پایین میخواد راننده مثلا خاطی رو بزنه، کتک کاری کنه، اینجا قانونه شما بزنین به ماشین، باید بیاین پایین مشخصاتتون رو با هم دیگه رد و بدل کنین یا عکس بگیرین از محل، بعد دیگه با وکیل، نمیدونم حالا خود پلیس که بیاد بگه تقصیر کی بوده. هیچ دعوایی کسی با کسی نداره، چون یه اتفاقه. ولی ما اصلا فکر میکنیم اونی که زده پس ما باید بریم انتقام بگیریم. اصلا من نمیفهمم این اصلا چه طرز ارتباطیه، چه طرز تفکریه که ما داریم و مقابله به مثل میخوایم بکنیم و فکر میکنیم اون به من ضربه زد، حالا من برم کتکش بزنم یا برم باش دعوا کنم، یا توی بیرون خش رو نمیتونین کنترل کنین، یکی یه حرف برخلاف میل بزنه، مثلا آقایون شروع میکنن کتککاری، دعوا. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که شما انقدر باورای محدود کننده دارین، انقدر حقارت توی وجود ما هست که همه رو شخصی میگیریم. حتی اگر یه کسی به شما حرف بدی هم زده، اگر اونو بپذیرین و بخواین دیفنسیو بشین، یعنی که من پذیرفتم که من اونطوریم، اما اون آدم یه حرفی رو میزنه بزنه، اون بی تربیته. ما بلد نیستین چجوری رفتار بکنین. ما بعد اینجا، من اتفاقا امروز میخواستم در مورد عشق صحبت بکنم و بگم که مشخصات عشق چیه و اون رو ما تو زندگی پیاده کنیم. شما هر روز دنبال تحول باشین توی خودتون، یک تغییر رو در رفتاراتون، در تفکرتون. برای کسی که مثلا میان توی تراپی و واقعا تغییراتی شگرف در زندگیشون ایجاد میشه، میگن ما مثلا 2 سال توی تراپی بودیم، هیچ چیزی که ما یاد نگرفتیم، فقط میرفتیم درد دل میکردیم و تکنیک و روشی به ما یاد داده نمیشد. خب وقتی که نمیتونین یعنی تو اون تراپی نتیجه نمیگیرین، باید ببینین که خب اینجا اون روشی که به شما ارائه میشه آیا روشی است که شما رو میتونه متحول کنه،
تمام کسی که میام من هیچ وقت باهاشون نصیحت و اینو نکن و اونو بکن و اینجا اشکال داره از این چیزا که بگیم، مثل که مثلا اینه که پدر مادر یا آدم بزرگتره میخواد به اینا نصیحت کن، روش و تکنیک این که اون آدم چرا اون طرز تفکر رو داره، اون آدم به چه دلیلی این عکس العمل رو نشون میده، یاد میگیریم که کجا کمبودهایی داریم، چه حقارتهایی در وجودمون. البته این که من خیلی باهاشون از روش هیپنوتراپی که الان تمام روانشناسی، یعنی هیپنوتراپی رو یه آدمی که روانشناسه برای اینکه کامل بشه اون اطلاعاتش در مورد اون آدم که ببینه چه در چه مثلا دورانی اون شرطی شده، چه رفتارهایی باعث شده که اون اینقدر آدم حالا عصبانی باشه یا آدم خجالتی باشه یا ترسو باشه یا هر چی دیگه حالا دلایلی که داره. بعد وقتی که میریم به علت و علل اون پی میبریم، اینا دیگه کسی که دکتر روانشناسه از هیپنوتراپی برای تشخیص بهتر و ارائه تکنیک های بهتر براش استفاده میکنه، نه اینکه حالا فقط صرفا اون کار رو داره انجام میده. خیلی ها هستن الان خب هیپنوتراپی میکنن، هیپنوتیزم میکنن، ولی حتما اینجا تمام روانشناسای آمریکا از هیپنوتراپی استفاده میکنن برای کامل شدن درمان و اینکه چه پلانی بگیریم، چه پلانی رو انتخاب کنیم برای اینکه ما بتونیم اون مشکل اون فرد رو در حقیقت حلش بکنیم. اما مهم اینه که چجوری ما اونا رو به کار ببندیم. من به قول معروف مشق شب میدم به همه، هر کسی که با من توی تراپیه، واقعا حتی با کشورهای دیگه، حتی کشورهای آمریکای جنوبی، برزیل، کسایی که اونجا هم بودن با من تراپی گرفتن، اصلا خودشون تلفنی، ببینید من تلفنی حتی هیپنوتراپی میکنم، یعنی تمام این روش ها رو از اون طریق، هیچ مهم نیست. الان انجمن روانشناسان آمریکا APA نشون دادی که حالا به خاطر بعد مسافت اگر آدم ها نمیتونن وقت بذارن برن برای تراپی، باید 2 ساعت درایف کنن یا 1 ساعت درایف کنن، 1 ساعت توی تراپی باشن برگردن 2-3 ساعت وقت تلف میشه، مثلا هیچ فرقی نمی کنه تراپی تلفنی و از طریق حالا میتونن اسکایپ هم باشه همدیگر ببینن یا از راه دور، یعنی هیچ فرقی نداره، یعنی همون اثر رو داره که تراپی حضوری. حالا کسایی که خب نزدیکن براشون امکان داره میتونن و میان مراجعه میکنن، اما خب چون توی کسایی که توی مثلا ولی هستن، انسینا هستن، جاهای اونور میتونن بیان. حالا کسی که حتی توی لس آنجلس هستن، بعضیاشون هم تلفنی میگیرن، اون که توی اورنج کانتی هم هستن میبینن بعد 2-3 ساعت میان 2-3 ساعت هم برگردن. خب وقت اینجا خیلی مهمه که اینطوری بخوان مراجعه کنن، ولی خب بعضی هم که هستن که از مثلا حتی یه علت دیگه میان، مثلا میمونن 2 روز اینجا و اون 2 روز رو روزی مثلا 3-4 ساعت میان توی تراپی، اگر حالت های اورژانس داشته باشه به این شکل میان و وقت رو از قبل تعیین میکنن که مثلا حتی برای روز مثلا تعطیلم، چون وقتمون اونجوریه، من باهاشون کار میکنم. بنابراین ببینین ما میتونیم زندگی خودمون رو از اینجا به عرش برسونیم، بستگی داری که من چه باوری دارم، خودم رو چطوری میبینم. ما قادریم، شما خودتون دست کم نباید بگیرین، ما قادریم که تمام رؤیاهامون، نه رؤیاهایی که حالا من بال بزنم برم اون چیز غیر ممکن، ما رؤیاهای خودمون رو، من اون تکنیک و روشایی که میدم از طریق اینکه mindfulness and awareness، یعنی ما چجوری آگاه باشیم به
تفکرمون و ببینیم کجا قرار گرفتیم. ما فرارم موقعیت رو من به ایشکی یاد نمیدم که اگه مثلا خواهرت با خواهرت دعوا داری توی خونه ای، برو خونه تو عوض کن. خب یعنی چی؟ یعنی که من ناتوانی اون آدم رو، چون نمیتونه حالا با خواهرش هماهنگ کنه، حالا یا خواهرش پرخاش کنه یا خودش حساسیت داره یا هرچی، اونا مهم نیست. مهم اینه که یاد بگیره که تو همون شرایط اون تکنیک هایی رو، کما اینکه واقعا من این کار رو دارم یاد میدم به کسایی که میان تو تراپی و یا تلفنیه یا حضوریه، که شما چطوری میتونین با همون آدم که میگه خواهرم نمیتونم مسالمت آمیز زندگی بکنی. درود بر شما، بفرمایید. با شما هستم. بله بفرمایید. الو، صداتون اگه میشه بلندتر باشه که چون صدا نمیرسه. خوب هست میکنم دکتر؟ خدا رو شکر، متشکرم از لطفتون. ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید. خانم دکتر، این که یه زنشوار اگه با هم مشکل داشته باشن، خب وقتی میگن به خاطر بچه ها با هم بمونین، کارشون درسته یا نه؟ ببینید من کلن اصولم با طلاق مخالفم، گفتم مگر اینکه که دکتر میتونم از تلویزیون گوش کنم؟ شما از تلویزیون گوش، از کجا زنگ میزنین؟ از ایران. خیلی خوب، شما حالا چون راهتون دوره شما از تلویزیون گوش بدین، من این سوال بهتون پاس خواهش میکنم عزیزم. خدا نگهدارتون. ببین عزیزم، ما وقتی که میگن به خاطر بچه ها بمونیم، یعنی که حاضر نیستین شما ببینین اشکالتون با هم دیگه چیه. من حالا نمیدونم کسی که توی ایران مثلا روانشناس چه روشایی رو برای این تراپی به کار میبرن. گفتم مگر اینکه شوهر معتاد باشه، زندانی باشه یا هر چی دیگه، اینجا میگیم خیلی خوب، یا همسر، این اشکالا رو فرق نمیکنه، زن یا مرد، یه چیزی که نتونن انجامش بدن. ولی وقتی که دو تا زن و شوهر دیسگری دارن و میگن نه ما به خاطر بچه ها باید بمونیم، چطوری نمیرین ببینین اشکالتون با هم چیه، چه انتظاراتی از هم دارین، چطوری میتونین این رابطه رو بهتر بکنین، اون مخالفت هایی که ما هم دارین بر سر چه موضوعیه. و هیچ کدومتون حاضر نیستین کتا بیاین اونجا او توی مقصر توی دعوا میشه، و هیچ که حاضر نیست که بپذیره که من میتونم متحول بشم و تغییر کنم. کسی که واقعا فایل طلاق پر کرده بودن، الان خیلی داشتم من که اومدن، وقتی که من باشون کار کردم، حالا جدا، من با خانم جدا کار میکنم، با آقا جدا کار میکنم، میشه کنم من در جلسه اول با هم دیگه، چون این میخواد بگه اون اینه، این دعوا و داد و بیداد و اینا، نه هر کس جدا و تمامش هم کانفیدنشلی، هیچ کس از اینکه اون چی گفته تو تراپی یا اون یکی چی گفته خبردار نمیشه. اما وقتی که میبینیم میتونیم تکنیک ها و روش ها رو ما اونها کار کنیم، ببینیم کجا هستش که نقطه های عدم اشتراکتونه، در چه چیزهایی با هم دیگه مخالفت میکنین، تا اون یه چیزی میگه شما هم برمیگردی پاسخ میدی، خودتی خانوادت فکر کردی چیه، اون اینطوریه. و کسی که واقعا فایل طلاق پر کرده بودن و خانم تصمیم گرفت، معمولا هم خانوم ها بیشتر مثل اینکه روی مسئله دوست ندارن زندگیشون رو، البته خود اون خانوم خیلی آدم کنترلینگی بود، یا اون یکی خانوم همینطور، یعنی خودشون میان برای تراپی، یعنی قدم رو اونا برمیدارن، یعنی میگه اوکی حالا تو میگی من اشکال دارم، من برم ببینم این اشکالم رو چطوری میتونم رفع بکنم. و وقتی که میاد انقدر روش ها، اگه ببینیم من اینجا
ماجیک نمیتونم بکنم اینا رو بذارم تو ذهن شما و شما اونا رو برین انجام بدین. تمرینش با خودتونه. من کار میکنم، تکنیک میدم، روش میدم. باید اولا که باورها تغییر بکنه و تکنیک ها رو انجام بدین. یه خانمی که توی ترابی با من بود میگفت مثلا شوهر من، مثلا ما 10 سال عروسی کردیم، الان شوهر من میاد در غذاشو میخوره، شامشو میخوره، میره پای تلویزیون نگاه میکنه و دیگه به من توجهی نمیکنه، هیچ اعتنایی نداره. گفتم خب شما چه روشی رو، چی کار کردین، چه جوریه؟ گفت خب من مرتب دارم میگم که تو قرار بود مثلا من رو به مسافرت چیز ببری، ما رو بچه ها رو، یا مثلا قرار بود برای من یه ماشین اینجوری بخری، قولات عمل نکردی. گفتم هر روز. گفت من آره، من معمولا تا میشینیم دیگه گله گذاری رو اذعان کرد که من دارم گله گذاری رو شروع میکنم. خب وقتی که یه بار، دو بار، یه روز، دو روز، 10 روز، 20 روز، یه ماه، دو ماه، یه سال دارین یه موضوع رو تکرار میکنیم و میبینین اون روش کارایی نداره، اعتراض، شکایت، انگشت اشاره به فرد مقابل نشون دادن، تو این کار کردی، تو قرار بود 3 سال پیش اونجا انجام بدی. ببین وقتی که ما این مدلی برخورد میکنیم، بعد منتظریم که طرف، حالا فرقی نمیکنه، من چون این در ارتباط ما این نمونه دارم میگم، حالا یا خانم رفتارای اونجوری داره یا آقا رفتار اونجوری داره، به هر حال اینجا یه رابطه متقابله دیگه، من با رفتارم عکس العمل در فرد مقابل ایجاد میکنم. این دنبالشو براتون میگم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. خواستم بگم من برای خوردن، بله یه بار دیگه بگیرین، تلفنتون قطع شد. خب من در مورد همین، ببینیم وقتی که من یک کاری رو، یک رفتاری رو، یه سرزنشی رو، چطوری که به بچه‌تون یا به همسرتون، حالا خانوم یا آقا فرقی نمی‌کنه، 1000 دفعه دارین تذکر میدین تو این کار نکردی، چرا لباستو انداختی اونجا، حالا به شوهرش قرار بود برام این کارا رو بکنی نکردی، ببین قب به قولت عمل می‌کنی، نه یه دفعه، نه دو دفعه، نه یه سال، نه 2 سال. ببینین ما چه جوری کانستانتلی داریم بمباردمان می‌کنیم اون آدم رو که اصلا مقاومت در اون فرد ایجاد چه، اگه بخواد اون کارم بکنه دیگه اصلا بی‌حسش میکنیم. این روش هاست که رابطه رو خراب میکنه، این اعتراضات، فکر میکنی هیچ راه حلی نداره، همش میخوام من پاسخ بدم، من که نمیخوام بخورم ازش، بی خود کرده، اونو گفت منم باید اینو بگم. ببینین وقتی که اون خانم با من اومد تو تراپی، من بهش یاد دادم روششو تغییر بده و دیگه گله، شکایت، اون هیچی، و یه رفتار مؤدبانه، دوستانه. ببینین همه ما، میگه از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود. ما با محبت میتونیم ما رو علونش بکشیم بیرون، بعد کلش ببریم چون مار نیشمون میزنه. ما با محبت میتونیم خیلی کارهای قشنگی رو انجام بدیم. اما چطوره که من نمیخوام محبت رو انتخاب بکنم؟ درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر نظامی جانم. سلام. سلام، درود بر شما. ببینید خانم دکتر، من البته یکم بلندتر اگه بگین صداتون رو، ممکنه بقیه نشنون. بفرمایید. الان بهترم؟ بله بله، الان خوب شد. ببینید البته سخته برای مادر خود آدم یه چیز بگه، ولی واقعا من از سن 10 سالگی تا الان که 70 سالمه، ما دوتا خواهریم، دوتا برادر، مرتب من از مادر فقط نفرین فهمیدم، در صورتی که جونم هم میدم براش، قربونش هم میرم، وقتی هم که مریضه میرم پیشش، ولی میگه بری زیر ماشین بمیری. نمیدونم، به پدرم صحبت کردم، دم بابا جونی مادر منه، گفت من اونجا بودم تو دایی آمدی، قربونه چشای سبز تو ماهی بلانده. خب این پدر من منو همیزش رو پاش، قربون صدقه، مو میگفت، چشم میگفت، نه من نمیدونم چه حسادتی در مادر من پیدا شده که سالها سوافوش میخورم، نه عروسی مومن، نه بچه ما تولد.
نیومد، حتی هدیه هم نفرستاد. خب متقابلا شما رفتارتون چطوریه در مقابل رفتارهای خشونت؟ مادرم قربان صدقه فدا بشم، مثلا تولد من زنگ زده پارسال گوشی رو برداشتم، نه خودت بمونی نه تولده. گفتم مرسی ماما، خوبه که یادتون بود تولدمه. ببینید من البته رفتم پیش خیلی شما دای روانشناسی، گفتن سال یک دفعه اونم براش کارت بفرست. ببینید خانم دکتر، من مادرم رو دوست دارم با تمام واقعا بدیانی که بهم کرده، اون ستا نکرده، ما دوتا خواهرم دوتا برادر، به همه چیز اونا رسید جز به من. خیلی وقتا شما بچه چندم هستید؟ شما بچه چندم هستید؟ شما هستم شما بله؟ بله. خواهر برادرم گفتم بابا همیشه تو رو رو پاش. من نفهمیدم شما بچه چندمین که اینجوری باتون اشکال داره. من بچه دومم، اول خواهرمه، دوم من، بعد دوتا برادرم. آه. اونا ماشاءالله بچه های خوب و اینا، قرب صدقه اونا رو خیلی میگه، یعنی اونا رو خیلی دوست داره. از کوچیکی استثناء قائل بود بین شما و اونا؟ در واقع محبتی به اون، البته مادری رو من رو تاش سرم میذارم، ولی آخه یه محبتی نباید ببینم. مثلا من جدا شدم از شوهرم، اختلاف داشتم، به من میگفت یه خورده یه خورده از گوشی دهنتون رو دور بگیری، اصلا صداتون میپیچه، من نمیتونن بفهمیم چی میگین، یه ذره فاصله دهنتون از گوشی فاصله. الان بهتر شد؟ بله. من فقط یه خواهشی از سرکار خانم دارم. بفرمایید. واقعا ببینید، خب مادر من 94 سالشه، الان افکته مغزی هم کرده بیچاره، با وجود این دو روز پیش رفتم پیشش، به من گفت الهی بمیری. ببینید من هزار تا قربون صدقهشو میگم، میگم الهی من بمیرم که تو اینجا رو بهتر که بمیری. تو دختری یعنی چی؟ خب اصلا اونو ببینید، هیچ کاری لازم نیست بکنید، مهم اینه که شما اون علاقه رو دارین و ابراز هم دارین میکنین. حالا اون آدم حالا توی ذهنش شرطی شده به یه چیزی که مثلا حالت دشمنی، شما رو به عنوان دشمن داره نگاه میکنه. میفهمم. و اون حالا شما رو با کی آیدنتیفای کرده، از چی تو زندگیش مثلا خواهر برادری داشته که اینجوری با تحت فشار قرارش داده بودن، یا مادرش یه چنین رفتاری رو داشته یا پدر. ببینید خب اون یه جوری کاندیشنینگ، یعنی شرطی شده نسبت به یه رفتاری و بعد اینو داره اتوماتیک تکرار میکنه. حالا شما هیچ دلیلی نداری که ما نه از حرف یکی دیگه که بگیم بمیری خدا نمیدونم فلان کارت بکنه، نه از حرف اون ما میمیریم، نه از نفرین اون ما آسیب میبینیم. این چیزی نیست که شما بخواییم بگین من در این سن نیاز دارم که مادرم قربون صدقه من بره، یا مادرم دیگه. شما خودتون الان مادرین، شما رفتارتون با بچه ها چطوری؟ ما میتونیم الگو بشیم. من یه پسر دارم که حضرم قلبم و ضررم بدم بهش. نه ما هم لازم نیست این کارو بکنیم. من خودم بچه دارم، همین کاری هم برای بچه هم کردم، همه هم به تحصیلات عالیه و همه چی رسوندم و خودشون تلاش خودشون، ولی من حاضر نیستم قلبم رو برای اون بدم. منظورم از دوست داشتن فرزنده که من مثلا آره، ولی آن کاندیشن مادر یه دوست دارم هم نفهمیدم. خب اب نداره، همونطور شما میتونین اونا رو که کمبودایی که خودتون داشتین روی بچه هاتون دیگه. الان ما در سن بگم من مثلا الان میخوام مادرم هی به من بگه دوست دارم، مادر شما آسیب دیده. ببینیم مادرتون یک آدم آسیب دیده است، حالا چجوری بوده دوران کودکی خودش، چطوری رفتارهای پدر مادرش با اون بوده که اینو خشم تو دلش مونده و نتونسته، و این خشم رو که از کودکی از رفتارهای پدر مادر در اون مونده و شرطی شده توی وجودش، حالا یه دفعه اینو ترانسفر میکنه روی یکی، حالا روی یکی از بچه‌هاش. اصلا رو این مسئله شما هیچ گونه، چون اگر میرفتن اون خانم تراپی میکردن یا آنالایز میشدن یا همون هیپنوتراپی که ما میکنیم، ما میبینیم اون در گذشته چه
شرح حالی داشته، وقتی که یادش میاد اونا خودش میتونه وقتی از توی اون unconscious mind میادش بیرون و وارد subconscious mind ما میشه، تازه میفهمیم که بابا این رفتار من به این دلیل بوده که مامانم این کارو کرده یا پدرم، پس اون وقت هیل میکنیم خودمونو، یعنی میفهمیم این تصمیم یه بچه کوچیک 6 ساله 7 ساله است که اون موقع گرفته که همین تا الان تا بزرگی خشمو داشته باشه، پرتاب بکنه به دیگران، کینه رو داشته باشه. اینا چیزهایی هستش که نیاز هست ببینیم اون کجا آسیب دیده. مادر شما یک آدمیه که آسیب دیده، حالا این آسیباشو از طریق پرتاب کردن روی شما اون یه کمی هیلش میکنه، حالشو بهتر میکنه. و این کلمات هم هیچ معنی نداره، برو بمیر یا به حرف اونا ما هیچ اتفاقی برامون نمیاد. خب درسته که ناراحت میشیم که اگه مثلا مادرمون یه حرف ناجوری بزنه، ولی مشخصا اون منظورشون نیست. یه جوری این آسیبا رو اینطوری داره میریزه بیرون، حالا روی کی؟ روی کسی که باهاشون رو درواسی نداره، نمیره مثلا روی دختر خالش بکنه این کارو، چون میدونه کانسکوئنسز داره ممکنه مثلا. ولی روی بچهش که میکنه میبینه نه، بچهش که دست نمیده، بچه سر جاشه. ببینین شما رفتارای خودتون رو با اون آدم 90 خورده ای ساله هیچ تغییری ندین و فقط احوالش رو بپرسین. حالا زیادم لازم نیست قربون صدقش برین یا خیلی لیلی بلالاش بزنین، بگین دلم تنگ شده بود دوست داشتم ببینمتون، براتون سلامتی آرزو میکنم، خیلی چیزای این مدلی. و از حرفای سردش هم ناراحت نشه، اون به شما نمیگه، مخاطب شما نیستین، اون چیزی که تو درون اون نیومدن اونو حلش بکنن براش و ببینن هیل بشه که اونجا چجوری آزرده شده، چه اتفاقاتی اون دوره براش افتاده. خب این اینجوری دیگه عکس العمل های شرطی شده اون دوران رو به این شکل داره بروز میده. بنابراین این آگاهی رو شما باید داشته باشین که اون آدم رو اصلا جدی نگیرین حرفاشو و ببخشینش تو دلتون که من میبخشمش، چون این آگاهی ندارید که داره چی کار میکنه. واقعا هم همینطوره. و چه ضربه ای ما به بچه هامون، شما همه کسی که دارن میشنون ببینن که چقدر ما میتونیم با رفتارهایی که دیفرنت با بچه ها و بچه هامون آسیب بزنیم، چطوری میتونیم اونا رو واقعا انرژیاشون رو درین بکنیم، چجوری اونا رو ناامید بکنیم. پس وقتی که مادر خیلی عضو مهمیه در زندگی بچه، یاد بگیرین نه استثناء بذارین، نه بچه ها رو تبعیض قائل بشین. تمام اینها میتونه آسیب زننده باشه، آدم ها رو بهشون آسیب بزنه، همون بچه ها که عزیزترین کسی ما هستن. و امیدوارم شما هم رفت اصلا دلخور نشین، برای مادرتون دعا بکنین برای سلامتیش، ایشالله حالش بهتر. یعنی ما خشم رو نیاریم تو وجودمون. نه نمیارم، فقط خواستم بدونم منم خوب آدمم. من خوب یه خواهر دارم، دو تا برادر، به اونا هیچی نمیگی، فقط رو صدقه، فقط رو من روش حساسیت. اشکالی نداره دیگه. اون آدم گفتم بهتون یه دلیل خاصی میتونی داشته باشه، چون من الان نمیدونم حالا چه رابطه اینم بوده. تو خونه خواهر دو سالشو نگر میداشت، بله دلش پره. اوکی. خب همون ببینین چقدر مشکلاتی در دوران کودکی تمام اینا دیگه شرطی شده توش و داره اینا رو پرتاب میکنه به دیگران، اون خشم درونشو نیومده هیل بشه. خب همه کسایی که ببینین، من وقتی که با اینا هیپنوتراپی میکنم و میفهمن از کجا اومده هست، باور کنی اون آگاهیه شروع میکنن اون مشکلات و مسائلی که دارن همه رو درست میکنن و همه رو با خودشون حل میکنن. بنابراین ما قادر هستیم که این کار رو بکنیم. من در مورد اون زن و شوهری که میگن ما به خاطر بچه ها زندگی میکنیم، نه گفتم این کلمه رو ما به خاطر بچه ها همچی چیزی نیست. یاد بگیرین کجا دیسگری دارین، چطوریه ما هم مخالفت دارین، چی اتفاق افتاده، میتونین کمک بگیرین.
ببینین که شما چه انتظاراتی دارین از همسرتون، همسرتون از شما، ولی وقتی که اون یه چیزی میگه شما داد میزنین، شما داد میزنین، اون شروع میکنه دعوا کردن جلو اون بچه ها، تازه واقعا آسیب بیشتری میبینن. الان تحقیقات دانشگاه امریکا نشون داده که ما یعنی وقتی که تحقیق کردن، نمونه گیری کردن، دیدن اگر بچه ای در محیط متشنج و پر از خشم و دعوا و نمیدونم آسیب، یعنی اون محیط آسیب زننده زندگی بکنن، خیلی در آیندهشون تأثیر بدتری میذاره تا سینگل پرنت. یعنی بیاد به هر دلیلی، حال پدر مادر نمیتونن، البته مثلا سنای خیلی، سن بلوغ خیلی خطرناکه برای جدا شدن، سنای پایین، پایین ترم یه جور آسیبای مخصوص خودشو داره. به نظر من میتونن زن و شوهر به خاطر همون بچه ها برن در تراپی و خودشون رو به هر حال ببینن مشکلشون چیه، چطوریه که این رفتارها رو با هم دیگه میکنن و نمیتونن با هم در صلح و صفا باشن. گفتم اگر حالا آسیب اعتیاد و حالا چیز اونطوری که واقعا حاضر نیستن، چون اون کسی که معتاد فرمان خودش نیست، اون داره فرمان اون مغزش که ببینه، اعتیاد بیماریه، ولی اگر نخواد ترکش کنه، چون مغز تغییر شکل میده بر اثر مداومت کشیدن مواد، مغز تغییر شکل میده و موقعی که مرتب نکشه نمیتونه سلامت زندگی بکنه. بنابراین اون تغییر شکل رو از طریق درمان، حالا دارویی هستش، درمان تراپی هستش، که اون دفیشنزی که تو مغز بهش میگن، اراده نداره ترک کنه. مسئله اراده نیست، مسئله اون تغییر شکلی که توی مغز به وجود اومده، تا اون مواد رو استفاده نکنه، این بالانس نمیشه مغزش. اونا حتما بایستی به اون شکل برن و اعتیاد ترک. حالا اینجا در مورد خانم و آقا، من گفتم میتونن برن و توی تراپی هر کدوم جدا جدا مطرح کنن با هم دیگه. وقتی میرین، اون داد میزنه، این داد میزنه، اون میخواد بگه من درستم، اون میخواد بگه من غلطم، میتونین جدا جدا، من همه رو جدا جدا باشون کار میکنم. این نیستش که بیاین دوتایی با هم شروع کنین داد و بیداد کردن و هر کس میخواد بگه که من چیزم، تقصیر اونه، من اینجا ایرادی ندارم. به هر حال من خوشحال شدم، مواظب به خودتون باشین. باعث افتخار ما هستی خانم دکتر. خیلی متشکرم از راهنماییتون و همیشه با برجام و شاد خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از لطف شما. و من چون آخر برنامه‌ام نزدیک، این کتاب‌های من، ببینید اینا وقتی که باور ما، یعنی وقتی باور تغییر بکنه زندگی عوض میشه. وقتی باورت و دیدگاهت، نگاهی که به زندگی میکنی، خیلی متحول میشی. و اینا چکیده هم رمز موفقیت ذهن خلاق، در موردش صحبت کردم که ما از طریق اون ذهنمون چقدر میتونیم پیشرفت بکنیم و از طریق الگوهایی که با تغییر باور، اینا رو میتونین از من، البته این وبسایت همو میتونین drpnizami.com، دکتر اینجا که نوشتم parvinnizami.com، این تغییر کرده drpnizami.com. این مال جیمیل من هم همینه، drpnizami یا drpnizami@gmail.com. مال وبسایت هم drpnizami.com. اونجا میرین آپشن داره برای اینکه چجوری از همه جای دنیا میتونین کتابای منو سفارش بدین. از تو ایران جادوی باور رو دیگه میتونین از کتاب انتشارات خارزمی یا سرافراز، یعنی انتشارات خارزمی در ایران، که اون آقایی که مسئول اون انتشارات، آقای سرافراز هستش، اون تلفنش اونجا هست روی چی مانیتور،
میتونین از طریق تلفن اوردر بدین و کسی که در تمام شهرها یا ایران با من تماس گرفتن گفتم ما کتابمون رو برمون رسیده، از ایران جادوی باور رو میتونین از اون طریق سفارش بدین، ولی کتابای دیگه بعد در جای دیگه دنیا از طریق وبسایت پیپل هستش، از طریق پیپل میتونین اینفورمیشنتون رو بدین و کتاب ها رو براتون اونجا فرستاده میشه. من دیگه فکر میکنم یه جنبندی برای همین جوینده عشق باشید نه یابنده عیب. یاد بگیریم عشق و محبت رو و لبخند رو و کلمات زیبا رو به همه بگین. رمز موفقیت و راز محبوبیت اینه که ما اون محبت قلبی رو احساس کنیم نسبت به همه، نه با کینه، حقد، حسادت بخوایم گوشه کنایه بزنیم. یاد بگیریم محبت کردن رو. گفتم از محبت خارها گل میشود. واقعا میتونین با یک لبخند، با یک کلام قشنگ زندگیتون رو متحول کنین و با آدم ها رابطه قشنگتری برقرار کنین و این رو به عزیزانتون، همسرتون، بچه هاتون، افراد خانوادتون، غریبه ها، دوست، به همه میتونین این محبت رو اینجوری ارائه بدین. و میبینین الان من با کسی که دارم کار میکنم میگه خانم دکتر اصلا همه من همشه بد اخلاق بودم یا میرفتم سر کارم نه یه جوری، الان به من میگم واو چقدر تو مهربونی، چقدر شیرینی، چقدر نمیدونم لبخندت قشنگ پازیتیوی. یعنی یه دفعه در عرض یه ماهی که الان این دختر خانم توی تراپیه میگه حتی تو محل کارم، رابطه مثلا با همسرم، یعنی خیلی چیزا براش میبینه تغییر رو که چجوری دیگرام دارن بهش فیدبک میدن. اون مهمه. هر وقت که من اون تغییر رو به شکلی انجام میدم که دیگران تغییر منو بگیرن و اون فیدبک رو من بدن، مثلا بهش میگن چقدر مهربونی، چقدر پازیتیوی، دیگران دارن بهش میگن، این نشون دهنده اینه که من با تغییرم نگرش اطرافیانم رو تغییر میدم، با تغییر رفتارم رابطم رو با دیگران بهتر میکنم. اینو تمامش علم رفتاره، باورهای ماست و ما جوینده عشق باشیم نه یابنده عیب. من از آقای مهندس اندرو در اتاق فرمان خیلی تشکر میکنم که با من همکاری خیلی صمیمانه ای دارم و شما از اینزان رو تا درودی دیگر بهتون بدرود میگم و خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.